سلام جمعه اول آذر 92 22 نوامبر 2013 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه مذاکرات ژنو دیروز هم به نتیجه نرسید و امروز قراره ادامه پیدا بکنه این مذاکرات که عمدتا بر سر یک توافق موقت هست شش ماهه توقف در برابر توقف ایران متحد بشه که فعالیت های اتمیش رو متوقف کنه توسعه نده عراق رو متوقف کنه هیچ سنتریفوژ جدیدی نصب نکنه متقابلا طرف مقابل هم قول میده تحریم جدیدی وضع نکنه و اضافه بر اون بخشی از پول ایران رو آزاد بکنه که حالا معلوم شده 6 میلیارد دلار به ایران میخوان بدند از 50 میلیارد خودش که از فروش روزی یک میلیون بشک نفت نزد کشورهایی مثل هند و چین و غیره باقی مونده این توافق ظاهرا گیر کرده برای اینکه ایران اصرار داره که توقف حق قنیسازی به نوعی در موافقتنامه نامه ذکر بشه که بتونه بگه من پیروزی به دست آوردم حقم به رسمیت شناخته شد اما آقای کری مطرح کرده که ما الان چون چیزی رو مطرح نخواهیم کرد و چیزی رو نمی نویسیم در مورد غنیسازی در معاهده NPT هم چون این چیزی نیست این حق اون شنان که آقای ظریف گفته بود و بنابراین موکول میکنیم به آینده آقای هری رید رئیس مجلس سنای امریکا هم که دموکرات هستش عنوان کرده که اگر ایران به کارهای اتمیش ادامه بده در این هفته که در پیش نه که در امریکا تعطیلات عید شکر گذاری است اما هفته بعدش یعنی در ماه دسامبر در دستور مجلس سنا ایشون گفته مخالفتی ندارم که لایحه جدید برای تحریم های بیشتر قرار بگیره آقای مایکل مان سخنگوی خانم اشتون هم گفته ده سال طول کشیده و معجزه یک شبه رخ نمیده آقای عراخچی و آقای ظریف هم معاون و وزیر خارجه هم در گفتن که در موارد اصلی اختلاف وجود داره اگرچه آقای عراخچی تاکید کرده که غنیسازی خط قرمز ماست ولی گفته فعلا پیشرفتی نکردی اصرار آقای عراخچی نیست که باید حق قنیسازی در هر توافق نامهی گنجونده بشه شایعه ای که قبلا بود ظاهرا تایید شده که آقای روحانی در دیدار با آقای خامنه ای گفته که من آخرین فرصت و شانس هستم برای اینکه مشکل اتمی را حل کنم و اگر به دست من حل نشه ماجرا حل نخواهد شد ظاهرا صحبت های پریروز آقای خامنه ای هم غوز بالای غوز هیئت ایرانی شده و دست و پا رو بیشتر بسته تاکید بر اینکه خط قرمز ها باید حفظ بشه رویترز هم از قول یک دیپلمات غربی که در جریان مذاکرات قرار داره و نخواست نامش رو بگه مطرح کرده که تضمینی برای به نتیجه رسیدن این توافق نیست به این ترتیب در شرایطی داره روز سوم مذاکرات در ژنو آغاز میشه که تقریبا آه دو طرف سرده و باید امروز رو هم صبر کرد ببینیم چی میشه به هر صورت اگر به توافقی نرسه و سندی بیرون نیاد اون وقت در امریکا جناهای تند به آقای اوباما دیگه فرصت نخواهند داد تحریم های جدید رو در سنا تصویب میکنند در ایران هم فکر میکنم وضعیت آقای روحانی بسیار شکننده میشه نکته دوم این که شش زندانی اهل سنت که محکوم به اعدام شدند و در بند دیویس و اوین انفرادی های دیویس 15 روزه که دست به اعتصاب غذا زده بودند دیروز به بند سی بند عمومی زندانیان سیاسی منتقل شدن به ترتیب خواستشون که رسیدگی به وضعشون بود به نظر میرسه تا حدی انجام شده سراج میر دامادی که در خارج از ایران بود و به ایران برگشت در فیسبوکش نوشته که او رو تفهیم. اتهام کردند به اتهام تبلیغ فعالیت تبلیغ علیه نظام که گفته من رد کردم ولی فعلا با زمانت پدرش آزاد یک دختر 18 ساله کرد اهل بانه به نام آوین عثمانی هم که همراه برادرش هوشنگ با موتورسیکلت ترکت می کرده با اشتباه نیروی انتظامی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شد نکته سوم اینکه بحث استیزاه آقای زنگنه وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی از سوی امثال آقای زاکانی و نمایندگان تندرو مطرح شده موضوع هم ظاهرا قرارداد کرسنت و قرارداد توتال اما این طرفی ها هم تهدید کردند که اسناد دزدی ها و فسادهای زمان احمدی نژاد رو افشا خواهند کرد که مورد حمایت بسیاری از همین آین تندروها ها بوده گروه شیعی به نام جیش المختار هم که به ایران نزدیک در عراق شش خمپاره به عربستان شلیک کرده که ظاهرا به تلافی انفجاری است که در سفارت جمهوری اسلامی در لبنان اتفاق افتاد. اما نکته آخرین که آقای عباس صالحی فرمودند که تاریخ ایران زمین کتابخانه حرفه‌ای مثل رهبری به خودش ندیده. ابعاد پاچخاری و مداهنه از رهبری هر روز بزرگتر و وسیعتر میشه و ابعاد جدیدتر میگیره سایت آینده آنلاین هم سند جالبی رو منتشر کرده که این مصوبه اخیر مجلس در اختار به دولت و پشتیبانی از حرفای رهبر متنش نوشته ای آقای کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اما ایشون هم در فارسی هم به انگلیسی ان پی تی رو که نان پرولیفریشن تریتی هستش پیمان من به سلاح های جمعی رو ام پی تی نوشته یعنی ایشون یک بار هم نخونده و ندیده این رو به قول این سایت گفته اگه عضو کمیسیون کشاورزی مثلا بود شاید حرجی نبود ولی مقدار آگاهی و تسلط این آقایون نمایندگان مجلس رو نشون میدن که سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.